سلام، خوش اومدین به 83 شماره از سرخابی ترانسفر. امروز پنجشنبه 22 دی ماه با هم آخرین اخبار نقل و انتقالات 24 ساعت گذشته فوتبال ایران و داغ‌ترین خبرهای این بازار رو مرور می‌کنیم. وضعیت مبهم دو هافبک ناراضی پرسپولیس. سیامک نعمتی و کمال کامیابی‌نیا، دو هافبک باشگاه پرسپولیس که در این فصل فرصت کمتری برای بازی پیدا کردند، به خروج از اردوی سرخپوشان فکر می‌کنند. نعمتی با وجود نیمکت نشینی در پرسپولیس و با وجود اینکه چند پیشنهاد به دستش رسیده، تا کنون تمایلی به جدایی از پرسپولیس نشون نداده بود، اما حالا به دنبال خروج از باشگاه است. همچنین کمال کامیابی نیا هم که امسال کمتر به بازی گرفته شده، به جدایی از این تیم فکر میکنه و از دو باشگاه صنعتی به عنوان تیمهای خواهان اون نام برده میشه. احتمال ادامه حضور منشا در جمع نارنجی پوشان. خبر ورزشی مدعی شد که محمد ربیعی، سرمربی مس رفسنجان، به تیم‌های مختلف پیغام داده که حاضر گادوین منشا رو با مهاجم اونها تعویض کنه، ولی اغلب با این پیشنهاد مخالفت کردند. این در حالی است که در لیگ 21 گادوین منشا، مهاجم با تجربه نیجریه‌ای تیم مس رفسنجان با ثبت 14 گل، آقای گل شد تا کفش طلا رو از آن خود کنه. از این رو احتمال ادامه حضور اون در مس وجود داره. مهاجم برزیلی گزینه جانشینی لوکادیا در پرسپولیس. پس از جدایی یورگن لوکادیا از جمع قرمزها، یحیی گل محمدی به همکارانش مأموریت داده بود تا عملکرد چند مهاجم خارجی رو زیر نظر گرفته و بهترین گزینه ها رو از بین اونها به اون معرفی کنه. طبق شنیده ها در بین گزینه هایی که از نظر فنی مورد تایید قرار گرفتند، یک مهاجم برزیلی که به نظر رزومه خوبی هم داره به مدیران پرسپولیس جهت مذاکره و عقد قرارداد معرفی شده. قرارداد آل کثیر با پرسپولیس رسمی شد. عیسی آل کثیر که چند روز قبل با حضور در باشگاه پرسپولیس برای نیم فصل حضور در پرسپولیس با درویش به توافق رسید، روز گذشته قرارداد رسمیش رو با سرخ‌های تهرانی ثبت کرد. اون پیشتر عکس یادگاری با پیراهن پرسپولیس گرفته بود و فقط کارهای ثبت قراردادش رو روز گذشته انجام داد. دروازه‌بان پرسپولیس در فکر جدایی. احمد گوهری با وجود حضور در ترکیب اصلی پرسپولیس مقابل ون پارس، همچنان به جدایی از جمع سرخپوشان فکر میکنه. گوهری ترجیح میده به تیمی بره که بتونه به عنوان دروازه‌بان اصلی برای اون بازی کنه و از این رو اگه پیشنهاد خوبی به دروازه‌بان پرسپولیس برسه، اون تصمیم به ترک این تیم خواهد گرفت.